سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به برنامه کاکتوس امروز با من مختار لشکری. یک مهمانی بعد از بسیار وقتها امروز قبول کرده که در کاکتوس حضور داشته باشه و قرار است که با او یک بحث بسیار پرپیچ و خم را داشته باشیم که مصاحبه او را مطمئناً زیاد شنیدید، اما سوالات زیادی که از او تا هنوز پرسیده نشده را امروز خواهیم پرسید. کسی که در کودکی پدر خود را ادعا میکنه که حکومت حفیظ‌الله امین کشته و از دست داده، کسی که در کودکی ادعا میکنه به دلیل جنگ ها مهاجر شده، کسی که ادعا میکنه در خوبترین دانشگاه های جهان درس خوانده، کسی که ادعا میکنه به دموکراسی و حقوق شهروندی پایبند است، کسی که درس خواندن را برای زنان و دختران غیر قانونی و شرم نمیدانه، چطور از گروه طالبان حمایت میکنه؟ چطور در قلب اروپا مینشینه و میگویه که طالبان یک حکومت برحق است، نه یک گروه تروریستی؟ او در کابل هست امروز و در کنار گروه طالبان پس از 20 سال به افغانستان برگشته، ایستاده و از گروه طالبان حمایت میکنه. خانم ها و آقایان، مهمان امروز رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان از آلمان، آقای عاطف مختار است. چرا از یک گروه حمایت میکنید که قتل هزاران شهروند افغانستان به گردنشان است؟ چرا از گروهی حمایت میکنید که از ابتدایی ترین، از دادن ابتدایی ترین حقوق شهروندی به شهروندان خود بیزار هست و حاضر نیست که به خواست شهروندان خود تن بده؟ ما از گروهی و از نظام دفاع میکنم که به تمام جزایر قدرت در افغانستان پایان بخشید. شما فکر میکنید که 20 سال گذشته مبارزه طالبان یک مبارزه اسلامی و انسانی و منطقی و درست بوده، درست است؟ قطعاً که مبارزه علیه اشغال ایالات متحده امریکا هم انسانی بود، هم بشری بود، هم امارت و هم افغانها توجیه برش داشت. ما بگذار یک قصه را مختصر بکنم. یک جایی هست به اسم بالا بلوک در فرا، در اونجا 160 نفر قسم کمیکل است که امریکا استفاده کردن، 160 نفر فقط خاکستر شده بود. شما یک طالب مثال بدین که خانه کسی را گرفته باشه، ما حاضر هستم فردا امور با دادگاه ببرم. خانه جنرال رازق در قندهار پیش کی از جناب مختار؟ جنرال رازق 17,000 نفر را راپور کلی رو برتان نشان بدون که زنده به گور در ریگ های قندهار کرده. شما میگید کادرهای علمی میمون در افغانستان و مبارزه میکرد. مبارزه با چه گروهی؟ مبارزه با گروه طالبانی که حمله انتحاری کردند، سر بریدند، با سیم خاردار سر خبرنگاری به نام اجمل نقشبندی رو بریدند. امروز چقدر نخبه علمی در افغانستان از کدامشان در مبارزه خود موفق شدند؟ زندان ها پر از زنان و دختران مبارز از جناب مختار. یکی از اشتباهات بزرگ اماراتی است که به جز خودش و دیگران حق نه. اگر بار دیگر امریکا و روس و هر غلدور دیگه هم بیایه، ما در کنار طالب ها استاده میشون و سرزمین خود دفاع میکنم. همین غلدور هایی که امروز هفته بار به گروه طالبان پول میتن تا حکومت طالبان بقا داشته باشه، جناب مختار، درست است؟ ایالات متحده امریکا اگر به افغانستان کمک میکنه خیلی خوب میکنه. ما میخوایم که امریکا به افغانستان کمک بکنه. چقدر چانس برای این گروه هایی که در بیرون از افغانستان میخوان بر علیه طالبان مبارزه کنند را قائل هستید؟ اونا چپاولگران، واردگران، دزدان اروپایی هستند. هر نوع جنگ بر علیه نظام اسلامی هم منتفی است و هم بغاوت خواهد بود. بسیار جناب مختار، سیتیزن اروپایتان خود لغو نکردید، هنوز دارید دیگه نه؟ جناب آقای عاطف مختار، مسئول و رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، سپاسگزار از اینکه وقت دادید تا بالاخره در کاکتوس ما هم چانس و افتخار این را داشته باشیم که در خدمت شما باشیم و امیدوار هستیم که این برنامه بتواند به پرسش‌های بیشمار مردم افغانستان درباره شما، علایق سیاسیتان، پیشینه‌تان و نگرشتان درباره آینده سیاست در افغانستان پاسخ بیابد. سپاسگزار. آقای مختار، اگر سلام علیکی با بیننده‌ها دارید بفرمایید و بعد از ما سوالات خود آغاز خواهد کرد.
سلام آقای لشکری به شما و از طریق شما و ملت مسلمان و مجاهد افغانستان در گوشه و کنار جیگیتی که ما و شما زیست میکنیم. من در خدمت هستم. سپاسگزار. جناب مختار، ما نزدیک به یک ساعت احتمالاً با شما خواهیم بود. اگر بحث ها زمان بیشتری را نیاز داشته باشه، مطمئنا وقت خواهیم گرفت تا بیشتر از یک ساعت هم با شما صحبت کنیم. بستگی به محتوای بحث ما داره و میزان پرسش هایی که مطرح میشه و پاسخ هایی که شما ارائه میکنید. جناب مختار، ما در شروع میخواهیم که کمی بیشتر با شما آشنا شویم. من معمولا بحث های شما رو دنبال میکنم و مردم افغانستان هم مطمئنا آنانی که علاقمند سیاست در افغانستان هستند شما را میشناسن و بحث هایتان و علایق سیاسی تان را میشناسن و دنبال میکنن. جناب مختار، من میخواهیم که بدانم شما کی هستید، چند ساله هستید، در کجا به دنیا آمدید، چه خواندید و چه پیشینه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی داشتید که امروز همان پیشینه شما باعث شده که همه ناملایمتی های گروه طالبان را نادیده بگیرید و تمام قد و با تمام قدرت و قوا و توانایی از گروه طالبان و سیاست هایشان حمایت کنید؟ اول خوب احترام به شما یک بار دیگر، و اگر مختصر بپرداخت به ایتان اشغال ایالات متحده امریکا، ظلم و جنایت ایالات متحده امریکا و سر یک کشور آزاد و مستقل ما را وادار به ای ساخت که از تحریک امارت اسلامی افغانستان و از امارت اسلامی افغانستان در روشنی از باورهای خود که هر انسان آزاد دارد از باور خود دفاع بکنه، ما هم از دفاع امارت اسلامی افغانستان پرداختیم و ایره حق انسانی خود می دانستیم. نام من حاطف است، تخلص من مختار است. من در ولایت مزار شریف پیدا شدیم، یک قریه در داخل شهر، در اون زمان یک منطقه بود به اسم قابادیان برش می گفت. در اونجا پیدا شدیم تا 3-4 سالگی در مزار شریف بود، بعدا هم به ولایت لوگر رفتیم. ما اصلی از ولایت لوگر هستیم که پدر ما شهید مولوی گل محمد نیازی نام داشت. در سال 57 از طرف حکومت کمونیستی آن زمان، از طرف نور محمد ترکی دستگیر و توسط حفیظ الله امین در زندان پلچرخی به شهادت رسید. ما در پدر ما آدم فاضل و عالمی بود، علمای عصری و زمان برش بسیار احترام داشت و من بچه یتیم بزرگ شدیم و در 58 و 59 ما مهاجر شدیم به دیار پاکستان. ما به پاکستان مهاجر شدیم و در پاکستان زندگی را آغاز کردیم. ما پدر ما از لحاظ مذهبی یکی از علمای اهل تسنن و علمای مشهور افغانستان بود که در آوان بسیار کودکی خود، یا بگم سن 10 سال بودیم، بیشتر از این درست با حافظه خود ندارم، که پدرم را حافظ الامین صدای شهادتش را در مطبوعات آن زمان شنیدم که به اسم یکی از اونا القابی که برش داده بودن. اما فخر میکنم که فرزند یک کسی هستم که در دفاع از سرزمین خود و از هویت ملی خود و از تاریخ خود به شهادت رسید و ما هم در کاروان جهاد و مبارزه بر علیه روسها و جنایتکارای آن زمان مبارزه کردیم. ما به پاکستان رفتیم و در پاکستان زندگی ما بسیار زندگی فقیرانه داشتیم. پدر ما نبود دیگه، گاهی هم مکتب میخواندیم و گاهی هم مزدوری میکردیم، چون ما کلان خانواده بود و باز زندگی قسمی بود که یک دبیر کوچکی رو برای خود درست کرده بودم، چند تا برس هم در مابینش مانده بودم با یک قوطی رنگ، و هر جایی که میرفتیم کسی که بوتش رنگ نومی بود برستاده میشدیم و بوتهای زوار رنگ میکردیم. و یکی از خاطره های هست که ما در کتاب خود هم بوده به زبان انگلیسی که نشر شد، در روی خاطره خود نوشته کردیم. و با مثل ما هزارها کودک دیگر یتیم در پاکستان در بهارت همان زمان کار میکردن و مزدری میکردن، موتره میشدن یا کارهای دیگر
شاقی را انجام می دادم. بعدم هم از در پاکستان ما در یک دارالیتام بودیم و بعد از دارالیتام به مکتب رفتیم و بالاخره با صنف 6 و 7 بالاخره 12 خود در پاکستان تمام کردیم. بعدم با گذشت زمان مجاهدین کامیاب شد و حکومت در افغانستان به شکست مواجه شد. ما هم آمدیم با خانواده خود به مزار شریف. با مزار شریف برگشتیم و از اونجا برای ما یک چانس مساعد شد من بروم به هندوستان و در هندوستان گریجویشن خود را در علیگر یونیورسیتی یعنی پاهنتون علیگر اونجا گریجویشن خود را تکمیل بکنم در بخش علوم سیاسی یعنی پولیتیکل ساینس. بعد پس آمدیم به افغانستان. شرایط افغانستان اون زمان اینطور بود که مجاهدین در قدرت بود و افغانستان به چند پارچه تقسیم بود. عملا جنرال دوستم یک طرف بود، در جنوبیه گروه ها بود و در مرکز کابل حکومت استاد ربانی بود. بالاخره حکومت استاد ربانی هم با مبارزاتی که بر علیهش در جنوب پیدا شد، امارت پیدا شد، حکومت استاد ربانی هم از میان رفت. ما در اول سال 2000 به نروژ سفر کرد و در نروژ هم ماستری خود و دکترای خود گرفتم. من میقدر در رابطه با زندگی شخصی خود میپردازم. من از یک خانواده هستم که به شرط اهل خانواده ما به شهادت رسیدم. پدر مرا بسیار مظلومانه و آن زمان بردن و هیچ وقت هم نمیره که برای اون زمانی که در جیب روسی شاند به ما گفت که سفر ما طولانی خواهد بود و واقعا سفرش طولانی بود، دیگر هرگز به خانه بر نگشت. و این خاطره هیچگاه از ذهن شما که فرزندشان هستید پاک نشده و هیچگاه کسانی که یک زندگی را گرفتند و با گرفتن یک زندگی چندین زندگی دیگر را خراب کردند از یاد شما نخواهد رفت، درست است جناب مختار؟ قطعا خاطره هایی که بعد از مرگ پدر برای ما به میراث ماند و مشکلات خانوادگی به گردن ما افتاد و در پاکستان یک جایی که می رفتیم کار می کردیم بعد پاکستانی هم دوسی سیدی بر روی ما می زد، تهدید می کرد، تحقیر می کرد و هزارها مهاجر در کوچه و قریه و قصبات می دیدیم در اونجا که خب وطن ما نبود، کشور ما نبود، به طعنه با ما حرف می زد. یک روز یاد ما می آید که من بود یک نفر را پاک کردم چون نمی فهمیدم قسم زندگی ما در افغانستان. پدر ما نبود، وقتی که بود ما پاک می کردم، رنگ می کردم، یک قسمتی از رنگ در قسمت پای بود از او مانده بود در تلش. او رو من نمی تانستم درست رنگ بکنم، سیلی رو بر روی مزد و برای من گفت که افغان مهاجر و پست وقتی یک کار بلد نیستی چرا شروع میکنی. و دوسیلی برای من زد و از بینی و خون آمد. در وقت ما کوچک بودم، بیشم هم نامده بود. به خانه که برگشتم مادرم از مزار شریف بود، از خانواده بسیار متمدن و تحصیل کرده، گفت چرا روی سرخ هست؟ گفتم هیچ. باز مدت یک هفته مریض بود و ما ایراد هیچ وقت از یاد من نمیره چون پدر ما سایه ما را و سایه خانوادگی ما را چپ سر ما از پیش ما کمونیست ها گرفت و پدر ما هیچ جرم و جنایتی هم نداشت، فقط میگفت که ما مسلمان هستیم و به عقیده کمونیستی باور نداریم، با ارزش های خود وی از لحاظ انسانی و بشری حق هر انسان است که باید پیروی امو ایدئولوژی و باور خود باشه. ما نمیگیم که کمونیست روس ها در کشور خود هر باوری را داره، باورش از ما برش احترام داریم، اما در کشور ما یک ایدئولوژی که مردم او را نمیشناخت، به او باور نداشت، اعتقاد نداشت. مردم ما سنتی بود، به هزارها نفر را بود. شما ببینید که تنها بله شما بفرمایید. خواهش میکنم جناب مختار، من میخواستم که از این بحثتان دور نشیم در همین محدوده سفر شما در پاکستان.
کشته شدن پدرتان توسط افراد حکومت حفیظ الله امین باقی بمانیم و چند سوال را در همین رابطه بپرسیم. من مطمئن هستم همانطوری که هیچگاه از یادتان نرفته او خداحافظی پدرتان، از یاد شما و تمام خانواده مطمئنن هیچگاه هم نمیتونید که حفیظ الله امین و کسانی که پدرتان را به قتل رساندن را ببخشید. درست است جناب مختار؟ هر آن کی برای وحدت افغانستان کار بکنه، کمونیست هم هست، خلقی هست، پرچمی هست، شعله هست، ستم هست، مجاهد هست. اما نمیتونید شما ببخشید کسانی که مردم افغانستان را بیگناه کشتن. حفیظ الله امین را مطمئنا شما به عنوان یکی از خانواده هایی که یک داغ بسیار بزرگ در خانواده شما به جا گذاشتن نمیتونید ببخشید. میتونید؟ یکی موضوع شخصی ما هست و یکی موضوع منافع ملی ما هست. در رابطه با منافع ملی هر کسی و هر جرمی را که کرده باشد باید بخشیده شود. اگر قرار است ما کشور آزاد و مستقل و سربلند داشته باشیم، بپذیریم که سرزمین مال تمام افغان ها هست. بسیار. احتمالا شما سوال بعدی مرا احتمالا شما جناب مختار سوال بعدی مرا حد زدید. به او خاطر آنن آمدید روی منافع ملی و بعضی موضوعات دیگر پرداختید، اما من میخوایم این را به صراحت از شما بپرسم، جواب واضح هم از شما میخوایم. همانطوری که حفیظ الله امین متهم هست امروز به این که و حکومت حفیظ الله امین متهم است به این که صدها شاید هزاران نفر را به جرم این که به جرم اعتقادات و عقاید دینیشان کشتند و از بین بردند، همانطور شما میدانید که گروه طالبان هم متهم به این هست که در حملات انتحاری 20 سال اخیر خود تعداد زیادی از شهروندان بیگناه افغانستان را به کام مرگ بردند و او جغرافیا را برای مردم افغانستان تبدیل به یک جغرافیای خونین و وحشتناک ساخته بودند. و امروز همانطوری که شما صحبت میکنید که مجبور شدید با نبود پدر دست به کار شاقه بزنید، مجبور شدید که سیلی های بیگانگان پاکستانی که اتفاقا حکومتشان نقش بسزایی در برهم ریختن فضای افغانستان داشت را تحمل کنید، امروز همان کار را شاید کودکان بسیار زیادی امروز در پاکستان و ایران انجام میدن به دلیلی که پدرشان را طالبان در حملات انتحاری خود کشته. پس جناب مختار، شمایی که داغ دیده یک توطئه و جنگ درونی هستید، شمایی که داغ دیده مهاجر بی خانمان و آواره شده توسط جنگ ها هستید، چرا از یک گروه حمایت میکنید که قتل هزاران شهروند افغانستان به گردنشان است؟ چرا از گروه حمایت میکنید که امروز زنان و دختران افغانستان را احساساتشان را زنده به گور کردن، دروازه مکاتب را برایشان بستن؟ شمایی که کتاب نوشید، شمایی که استاد هستید، شمایی که ادیب هستید، شمایی که باسواد هستید، شمایی که در غرب نزدیک به 20 سال را زندگی کردید، چرا از گروهی حمایت میکنید که از ابتدایی ترین، از دادن ابتدایی ترین حقوق شهروندی به شهروندان خود بیزار هست و حاضر نیست که به خاص شهروندان خود تن بده؟ چرا جناب مختار؟ اجازه بدین در این سوال یک کمی بپردازیم. حکومت کمونیست ها با مبارزه طالبان قطعا فرق میکنه. در حکومت کمونیست ها میزبانش اتحاد جماهیر شوروی بود و به صدها هزار نفر و به هزارها نفر عسکر تا دندان مسلح بر حریم مقدس ما حمله کرد. طالب میزبان هیچ گروهی و هیچ قدرت جهانی نبود که میزبانش باشه و سرزمین خود را به دیگر را فروخته باشه. یک موضوع است. موضوع دیگر است، طالبان در حراست از سرزمین خود سلاح برداشتند. نهدی کدام به کدام قوانین بین المللی و فرم و نور بین المللی ایالات متحده امریکا به سر افغانستان حمله کرد. مصوبین و طراحان 9/11 افغان ها بود. ما بله، قیمت چی بله، جناب مختار، افغان ها به این دلیل افغان ها و طالبان به این دلیل در 9/11 نقش داشتند که به طراح و مجری طرح حمله به برج های امریکا پناه دادند و اسامه بن لادن در شرق افغانستان پناه دادند. این را دوست و یار نزدیک اسامه بن لادن آقای شیخ عبدالله انس در همین کاکتوس گفت. گفت آخرین دیداری که ما با اسامه داشتیم فکر میکنم گفت در سودان بود،
او یک پیام به استاد ربانی فرستاد. استاد ربانی حاضر نشد که اسامه را در افغانستان حفظ کنه پناه بده، اما چند وقت بعد خبر شدم، من گفت که من در الجزایر بودم که آگاه شدم که آقای اسامه بن لادن به طالبا پناه برده، ملا عمر به او پناه داده و اسامه تمام اختیارات مالی خودم در اختیار گروه طالبان قرار داده بود. پس افغان ها نقش داشتن در حمله 9/11؟ نه خیر، این جزئی از تبلیغات است. من در کابل بودم زمانی که ایالات متحده امریکا به افغانستان حمله کرد. من درست در کابل در منطقه شیرپور یک خانه بود، من اونجا بودم که امریکا اعلان کرد و امارت آن زمان اعلان کرد که ما حاضر هستیم با امریکا مذاکره بکنیم. و امریکا مذاکره امارت اسلامی را در آن زمان نپذیرفت. اما حاضر نبودن که اسامه را به امریکایی ها تحویل بدن. آیا امریکا حاضر است که جولان کسی که در ترکیه کودتا کرد و صدها نفر اونجا کشته شد به ترکیه بسپاره؟ حاضر است؟ تحت قوانین بین المللی حاضر است، در حالی که ترکیه عضویت ناتو را هم داره. چرا امریکا باید او را پس بس در ترکیه فتلاگولن بحث فتلاگولن و اردوغان در ترکیه کاملا متفاوت از جناب مختار. کاملا وقتی شما روی قوانین بین المللی حرف میزنید، قوانین بین المللی در رابطه با یک مهاجر حکمش چی است؟ یک موضوع. موضوع دومی است که آقای لشکری، ایالات متحده امریکا در افغانستان نقشش زیر نام دموکراسی منافقانه بود. مثال براتون ببینید آقای مختار، اجازه بدید که به نقش امریکایی ها در ادامه برنامه بپردازیم. من میخوام مشخصا در رابطه با امریکایی ها با شما صحبت کنم جناب مختار، اما من میخوام یک قدم برگردیم دوباره به عقب. این را میخوام بپرسم که بله بفرمایید. اجازه بدید میخوام موضوع را برگردم به مسائلی که شما اشاره کردین و از این نقطه باید نظر ببریم به طرف اکادمیک و علمی. بله، و موضوع را از لحاظ قوانین بین المللی هم مطرح بکنه. ما نمیتونیم که اشغال امریکا را توجیه بکنیم. هیچ انسان آزاده زمینش اشغال باشه نمیتونه چنین اشغال را، علی‌الاقل کسی که با بک‌گراند و با سابقه ما هست نمیتونه اشغال ایالات متحده امریکا را توجیه بکنه. موضوع دوم موضوع مکاتب هست. اجازه بدید من صدای خود را بلند بکنم. ایره ما به امارت اسلامی افغانستان بار بار گفتیم اگر شما خواستین که یک ملت سرفراز کامیاب و سربلند داشته باشین، درب مکاتب بلادرنگ و بلاقید بروی دختران افغانستان باز بکنین. این موقف علمی، سیاسی، تاریخی است. من من حیث یک مسلمان و من حیث یک افغان به این باور دارم که زن حق تعلیم و تحصیل داره. در این قسمت ما با نظام فعلی بار بار تایید کردیم، در مطبوعات گفتیم، به سر جست تکالیفی هم دیدیم، لازم نیست اینجا بپردازم. در رابطه با شما گفتیم، در رابطه با حملات طالب ها که به صدها نفر و به هزارها نفر کشته شد، میخوام به دو اصل برگردم و این از لحاظ علمی شما فوکس بکنه. میخوایم یک دفعه شما با نیم نگاهش تابنده به فلسطین هم برگردیم. اونا امروز چارش چی است؟ چی باید بکنن؟ در مقابل اسرائیل که امریکا در بکپش است، امریکا اعلان هم کرد که ما در حمایت از دولت اسرائیل قرار داریم. 30,000 نفر امروز راپور اخیر من چند قبل میخواندم، صبح میخواندم که 45,000 نفر کشته شده. چی توجیه ایالات متحده امریکا در دفاع از نظام اسرائیل داره؟ جناب مختار، ببینید، سوء تفاهم نشه. اینال در رابطه به اینکه طالب ها در روز زمان به یک جای حمله میکرد، ما میگیم هر کسی که، هر فردی که بیگناه کشته شده، در خانهش بام انداخته شده، در سرویس بوده، اونجا سرش انفجار شده، امارت اسلامی افغانستان مسئول است که به این بپردازه. اما هر جایی که اینا به سر قوت و قدرت اشغالگر حمله کرده، کسانی که شبها در خانهشان حمله میکرد. من بگذار یک قصه را مختصر بکنم. یک جایی هست به اسم بالا بلوک در فرا. من میخوام امی
داکومنتم به شما بفرستم. در اونجا 160 نفر وایس ساتفیر یک قسم کمیکال است که امریکا استفاده کردن، 160 نفر فقط خاکستر شده بود. برن در ولایت جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب، جنایات کشوری که میگه ما مدافعین دموکراسی هستیم، we defense the human right across the nations. برن ببینین که همین ادعایشان چقدر دروغ است، چقدر کاذبان است. در جنگی که امارت اسلامی یا مردم با افغانستان با حکومت آن وقت داشت، کدام حکومت؟ آیا حکومت بود؟ و حکومت از کجا آمده بود؟ ساخت و بافت کی داشت؟ اما حکومت به خاطر موضوع تبعیض قومی، نژادی، منطقه‌ای و سمتی غلام هر کسی بود. سرش از یخن جورج بوش هم بیرون میشد، از اسلام آباد هم بیرون میشد و از تهران هم بیرون میشد. امروز یکانه چیزی که ملت ما را تهدید میکند، ملت ما با یک امنیت دچار مشکل بزرگ است، و تبعیض قومی، نژادی، منطقه‌ای، زبانی است که همین کشورها در نتیجه دموکراسی برای ما به میراث گذاشتند و رفتند. ما او را توجیه نمی کنیم و حضور ایالات متحده آمریکا را در افغانستان توجیه نمی کنیم. درد مکاتب و مدارس را هم باز می خواهیم. یک نکته دیگر ما می خواهیم از براتون عرض بکنم. ببینید ایالات متحده آمریکا با امارت اسلامی در قطر نشست، اما زمان در قطر نشست زمانی که نیم قریه ها و قصبات و منطقه را امریکا و ایران کرده بود. به این فهمید که دیگه جنگی در افغانستان من دیگه جنگ نمیتونم، هر چقدر بکشنی مردم حاضر است به خاطر دفاع از سرزمینشان، که تنها او رو پشتونا نکرد. در مقابل جنگ با ایالات متحده امریکا، ازبک ها، تاجک ها، هزاره ها، پشتون ها همه نقش داشتند. همه افتخارانه میگفتند که ما امریکا را در کشور خود نمیخواهیم. بسیار ژورنالیستای بزرگ، نامش خوب نیست که ما بگیم زمانی که ما در بیرون بودیم، در زمان جمهوریت ما با کابل نبودیم، برای ما میگفت که ما نظام قبول نمیکنیم، ما نمیخواهیم که امریکایی در قریه و قصبات و در شهر ما بگرده برای ما حکومت بکنه. اما شما جناب مختار من فکر میکنم باز از بحث دور میشیم کمی. من میگم یک سوء تفاهم ایجاد نشه. هیچ شهروند افغانستان و هیچ افغانی قبول نمیکنه و نمیپذیره که در کشور او امریکایی یا هر کس دیگری غیر از افغان حاکم باشه، تصمیم گیرنده باشه و سیاست گذار باشه و پالیسی میکر باشه. این را هیچ کس نمیپذیره، هیچ کس هم نمیتونه این را به صراحت بگویه، حتی اگر در دل داشته باشه، به دلیلی که کاملا غیر منطقی و نامشروع است. اما از سوی دیگر جناب مختار، ما میخوایم در رابطه با طالبان، گروه طالبان، نحوه مبارزه گروه طالبان صحبت کنم و بس تمام. من گروه طالبان را، حملات گروه طالبان را وصل کردم به خاطرات مشترک شما از زمان حکومت حفیظ الله امین، که پدرتان یکی از کشته شدگان همان دوران توسط حکومت حفیظ الله امین بوده به قول شما. من میگم امروز جناب مختار از صدها هزار یتیم در افغانستان و در بیرون از افغانستان، پاکستان، ایران مهاجر هستند به دلیلی که پدرشان را که دکاندار بوده، که تکسیوان بوده، گروه طالبان در یک حمله انتحاری جانش را گرفته و او را کشته. او نه نظامی بوده، نه در نظام بوده، نه سلاحی داشته و شاید حتی در تفکرات خود با طالبان هم مشکل فکری نداشته. با طالبان هم مشکل فکری و تفکری نداشته، اما طالبان او را کشته. من میگم پس شمایی که یک درد مشترک با هزاران یتیم امروز افغانستان که طالبان جان پدر یا مادرشان را گرفت دارید، چرا از این گروه دفاع میکنید؟ از سوی دیگر میگید شما درخواست دارید که طالبان دروازه مکاتب را باز کنه، باز نمیکنه. جناب مختار چرا همچنان از این گروه دفاع دارید؟ از سوی دیگر شما میگید که ما میخوایم یک کشور مستقل داشته باشیم. شما میدانید که دست طالبان تا کجا در جبین پاکستانی ها غرق است؟ چرا هنوز هم دفاع میکنید از گروه پاکستان، از گروه طالبان؟ از سوی دیگر جناب مختار شما میگید که ما یک کشوری میخواهیم که تمام اقوام در اون نقش داشته باشن، دموکراسی نقش داشته باشه، نژاد تبعیض قومی و نژادی نباشه. گروه طالبان همه این مواردی که شما ادعا میکنید که یک کشور مستقل باید داشته باشه را نقض کرده، هنوز هم شما از او دفاع میکنید. فکر نمیکنید که این دفاع شما از گروه طالبان
کمی ناعادلانه است جناب مختار، به دلیلی که شما با دفاع از گروه طالبان دقیقاً در برابر مردم افغانستان، حداقل در برابر زنان و دختران افغانستان شما ایستادید. اجازه بدین به این نکته بپردازیم که طالبان هم جزء مردم افغانستان هست و هم از افغانستان هست، و تبلیغاتی که در سطح جهان بر علیه این نظام میشه اکثر این تبلیغات دروغ است. یک موضوع. موضوع دومی است که مثال بهتر میدم. موضوع دومی است که جنایاتی که شما در افغانستان دیدیم مسئولیتش به اشتباه استراتژیک ایالات متحده امریکا برمیگردد. امریکا بود که در یک استراتژی غلط و ناجوان مردانه و ظالمانه یک کشور آزاد و مستقل را حمله کرد، او را اشغال کرد، تصرف کرد، رهبران طالبان را برخلاف تمام قوانین بین المللی و بشری و موازین انسانی دستهایشان را برد تا گوانتانامو برد. شما استراتژی غلط ایالات متحده امریکا را دیده نگیرید. یک مهمی است که طالب هیچ چاره دیگر نداشت بدون از اینکه از سرزمین خود دفاع بکنه. یکی ما موضوع قبل میگیم، یک موضوع حال را میگیم. در حال ما در نظام فعلی افغانستان ما نظر نظام فعلی رو نمیگم جناب مختار، نظام فعلی رو میرسیم. شما فکر میکنید که 20 سال گذشته مبارزه طالبان یک مبارزه اسلامی و انسانی و منطقی و درست بوده، درست است؟ قطعاً که مبارزه علیه اشغال ایالات متحده امریکا هم انسانی بود، هم بشری بود، هم امارت و هم افغان ها توجیه برش داشت. حتی اگر در او حملات بعد از نمیدانم گفتگویی که در دوحه صورت گرفت با مایک پومپئو و زلمه خلیلزاد، دیگر هیچ امریکایی و هیچ خارجی کشته نشه و فقط وطنداران و هموطنان مسلمان خود را بکشن و افغان ها را بکشن. این حتی این گونه مبارزه را شما تایید میکنید؟ نه خیر، این بخش دوم سوالتان پاسخش طور دیگری هست. اول ما اشغال ایالات متحده امریکا را توجیه نمی کنیم. یک. دویم ای که کسانی که بی جا کشته شدن در یک حمله، افراد خانوادهشان کشته شدن، اونا باید امارت اسلامی افغانستان به اونا رسیدگی بکنن و من حیث یک نظام با خانواده از و همدردی بکنن. اما مشکلاتی که امروز در افغانستان می بینی، ایالات متحده امریکا بود که 5 روز یا 1 هفته مسلسل هواپیماها و طیارات خود در میدان هوایی کابل مانده بود. تمام افراد افغانستان، کسی که تحصیل کرده بود، تعلیم یافته بود، چیزی میفهمید، از افغانستان بیرون کشید. اشتباه کرد جناب مختار. یک افغان باید نمیرفت. ما باید به مبارزه مدنی اینجا ادامه میکردیم. ما در داخل کابل هستم، در داخل افغانستان به صراحت میگم که من یکی از منتقدین نظام هستم، در صورت که مکاتب رو اعلان نکنم. چرا سال 2000 افغانستان رو ترک کردید؟ سال 2000 امریکا به افغانستان آمد، چی باید میکردید؟ ما باورهای ما باور اگر فردا هم امریکا یا برگردان، شما دوباره فرار میکنید جناب مختار؟ ما هر کسی که امریکایی به پاکستانی به هر کسی که به افغانستان به موضوع ما فرق میکنه. ببین اگر ما یکی از لحاظ یک سرکل بسیار بزرگ مطرح میکنیم، یک دایره بزرگ، بحثش جداست. یکی را اگر ما میریم فقط یک شخص فوکس میکنیم که شما چرا اینطور کردین، خب میره بس داخل. بگذارم این در سرکل بزرگ من موضوع رو پاسخ براتون بدم. امریکا زمانی که با امارت اسلامی افغانستان در یک توافق رسید، اشتباه دومش این بود که تمام کادرهای علمی افغانستان از افغانستان برد. میماندن در کشور خود، مبارزه میکردن، مبارزه مدنی میکردن، به اینطور مبارزات میپرداختن. همین کسانی که جناب مختار شما میگید کادرهای علمی میمان در افغانستان و مبارزه میکرد، مبارزه با چه گروهی؟ مبارزه با گروه طالبانی که 20 سال
به شدیدترین شکل ممکن مردم افغانستان را کشتن، حمله انتحاری کردن، سر بریدن، با سیم خاردار سر خبرنگاری به نام اجمل نقشبندی را بریدن، تحویل خانوادش دادن، قطع عضو کردند، در درون خانه ها آمدند و یک خانواده را یک جای حلال کردند و سر بریدند، در درون مساجد حمله انتحاری کردند، در درون شفاخانه ها و زایشگاه حمله انتحاری کردند. این خب دیگه خودشان هم به گردن گرفتن، همون زمان آقای مجاهد، آقای سهیل شاهین، همه اینها به گردن میگرفتن که این حمله کار گروه طالبان است. در داخل پانتون حمله کردند با همین گروه طالبان. شما فکر میکنید نخبه های علمی افغانستان میایستادند و مبارزه میکردند؟ امروز چقدر نخبه علمی در افغانستان است؟ کدامشان در مبارزه خود موفق شدند؟ زندان ها پر از زنان و دختران مبارز است جناب مختار. کدام زندان ها پر از زنان؟ همین دخترانی که امروز از افغانستان بیرون میشن و با شواهد نشان میدن که زندانی بودن در افغانستان جناب مختار. اجازه بدین آقای لشکری، ما و شما یک چیزی داریم به اسم وجدان و یک چیزی هم داریم به اسم خدا. ما در زندان امارت اسلامی افغانستان بودیم و به امی مطیع الله ویسا در کنار من بود. احترام برش می شود، کالا برش می دادن، نان برش می دادن، غذایی که اونا می خورد ما می خوردیم، لوبیایی که طالب می خورد ما می خوردیم. در زندان زنانه داخل ببین شما راپورا را بخوان چقدر ظالمان است. یکی خواستیم هویت ملی ما و شما بسیار دور است. یک افغان نمیتونم بعضی مسائلی که ما بگیم در امو زندان که کنار ما اون طرف در 500 متری ما زندان زنا بود. ما از رئیس از اونا یک روز پرسیدم از رئیس عمومی ما بس که شما با زندانان زن چطور برخورد میکنه؟ گفت برخورد ما مثل خواهر و مادر ما هست. ما تبلیغات در رابطه به شما زنا رو من حیث افزار استفاده میکنیم. گفت بیا یک تبلیغ برای ما ثابت بساز. موضوع دومی است که ما وقتی که میگیم کادرهای افغانستان در افغانستان باشه، خوب می بودن. چرا باید؟ اگر چیزی نکرده بودن، جنایت نکرده بودن. یکی از بزرگان ما شنیدیم گفت که ما افغانستان ایلا دادیم به خاطر اینکه ما در مابینش نبودیم. یعنی چی؟ تو در حرکی قدرت باشی. نه بس نخبه ها جناب مختار، بس نخبه ها با رهبران جداست. بحث نخبه ها، بحث انسان های باسواد با رهبران جدا جناب مختار. همینجا بپردازم. هیچ کشور اجنبی کشور دیگری را درست نمیکنه تا نخبگانی و خودی و کشور درستش نکنه. طالب میتونی 100,000 نخبه افغان اعدام بکنه. امین نخبگان میتونه سوا 1,000,000 افغان را بسیج بکنه در کابل، بگه ما به هر بخاطر صدای آزادی و تعلیم و تحصیل میخوایم که جناب مختار، همین امروز چند نخبه‌ای که در افغانستان ماندن در کابینه گروه طالبان هستند، چند نخبه در وزارتخانه ها هستند، چند نخبه در رسانه ها هستند، چند نخبه در نمیدانم ریاست ها و معینیت ها و ولایت ها و ولسوالی ها هستند. جناب مختار، غیر از خود طالب شما کسی دیگری میبینید؟ وزیر دفاع ملا، وزیر زراعت ملا، وزیر نمیدانم تحصیلات عالی ملا، وزیر نمیدانم داخله ملا، شما کسی رو به نام نخبه میبینید در گروه طالبان؟ یکی از اشتباهات بزرگ امارتی است که بجز خودش به دیگرها حق نمیده. یکی از اشتباهاتشان هست. بپذیری میره که یکی از کوتاهی های بزرگشان هست. موضوع دومی است که 500,000 از مامورین گذشته در نظام فعلی کار میکنه. اما نه این قطعا درست هست، نه من نظر من این است که حکومت یا گفتمان ملی که زمان باز میشه، امارت اسلامی افغانستان در یک گفتمان ملی تمام اکادر افغانستان را باید جذب بکنه. معتقد هستم زمانی که هند از انگلیس ها، مختصر میگم، از انگلیس ها آزادی خود را گرفت، گاندی به مردم خود گفت شما هیچ چیزی نداره، نمی کرباس است و می نان، کشورتان را خودتان درست بکنه. آیا امروز هند قابل مقایسه با ما هست؟ نه، بستگی داره که جناب مختار، شما هند او زمانی که استقلال خود از انگلستان گرفت با افغانستان امروزی که ملا آیت الله استقلال گروه طالبان را از جمهوریت و از آقای غنی گرفت مقایسه نکنید. یعنی این مقایسه مل فارق هست، مقایسه کاملا مل فارق هست. جناب مختار، من میگم پس بیاید بشماریم با یک دیگر. نه خیر، بیاید با یک دیگر بشماریم.
یک اشتباه امارت اسلامی این که زنان و دختران را به مکتب نمیگذاره، این اشتباه، این یکی از اشتباهات که شما خودتان گفتید. اشتباه دوم، این اشتباه اول، این که نیمی از جامعه افغانستان را در حال بی سواد ساختن است، این را شما قبول دارید. اشتباه دوم این که امارت اسلامی بجز خودشان، گروه طالبان بجز خودشان، هیچ بنده بشر دیگه ای را از هیچ جای دیگری را قبول ندارن که در حکومت خود سهم بتن. این هم یک اشتباه بسیار بزرگ دیگری که خودتان تایید میکنید که گروه طالبان این اشتباه را داره. در طول 20 سال گذشته هم ده ها یا صد ها یا نمیدانم میلیون انسان را کشتن و زخمی کردن و خانه ها را خراب کردن. این هم اشتباه دیگرشان. پس در برابر گروهی که این سه اشتباه بزرگ را داره، چگونه شما ایستادید و از آنان حمایت میکنید جناب مختار؟ اجازه بدید چند تا حساب ما هم داشته باشیم. من از گروه و از نظام دفاع میکنم که به تمام جزایر قدرت در افغانستان پایان بخشید. من از نظام دفاع میکنم که ایالات متحده امریکا حضور فیزیکیش در افغانستان منتفی شد. جناب مختار دیالوگ کنیم یا دیالوگ کنیم که به نتیجه برسیم یا اجازه بدیم صحبت ها تمام شود؟ نه من میخوام من حسابای خود چند تا حساب ما هم بکنم آقای لشکری که بفهمیم. شما نمیتونیم یک طرف فقط شما جهت منفی رو ببینید که من به او گفتم، اینا جهت مثبت هم کم ببینیم. بله. امروز من نظام دفاع میکنم که میتونه والی رو وزیر بسازه و وزیر والی بسازه. من از نظام دفاع میکنم که پاکستان به سرش حمله کرد، روز دوم پاسخش را پس برش داد دروازه اون. من از نظام دفاع میکنم که از هویت ملی افغانستان یک سیاست متوازن و بی‌طرف را در چارچوب منافع ملی خود با چینایی ها، ایرانی ها و روس ها اینجا مطرح کرد. من از نظام دفاع میکنم که امروز به کسی جرأت و جسارت نداره که یک خانه افغان را با زور بگیره و یک جریب زمینش را با زور بگیره. من از نظام دفاع میکنم. طالب هم نمیتونه بگیره. امروز هر شما یک طالب مثال بدین که خانه کسی را گرفته باشه، من حاضر هستم فردا امور رو به دادگاه ببرم. خانه جنرال رازق در قندهار پیش کی از جناب مختار؟ یعنی جنرال رازق کی بود؟ جنرال رازق سالها قبل از آمدن گروه طالبان کشته شد. در خانه جنرال رازق مادر جنرال رازق زندگی میکرد که فعلا در ایران است. یک پیچ سفید را از خانه بیرون کردن و خانهش غصب کردن. اجازه بدید که مادر جنرال رازق به میلیاردها دلار سرمایه داره. برادرش هم در دبی هست. یک. و برادرش هم در دبی قصرها داره و میلیاردها دلار داره. جنرال رازق 17,000 نفر را راپور کلی رو برتان نشان بدون که زنده به گور در ریگ های قندهار کرده. 17,000 طالب منظورتان است؟ بله. که در میان آنها پاکستانی ها هم بودند، درست است؟ اگر شما حاضر هستید من فردا 500 نفر در یک هفته به ما وقت بدین، خانواده هایی که توسط جنرال رازق اولادش، فرزندش، خانهش، اولادش کشته شد برتان میارم. ببینید که از یک خانواده 6 برادر کشتن. یک خانواده رفت در دشت بعد از 6 سال و 7 ماه جسد برادرش که استخوان از او مانده بود توسط جنرال رازق کشته شده بود. ادعای از او همی بود که ما با پنجاب می جنگیم، ما پنجاب را بعد می خواهیم بکنیم. این چیه؟ دروغ بود، قطعا دروغ بود. با پنجاب نیم، با امریکایی می جنگیدی، با او امریکایی می جنگیدی که شب در خانه یک هموطن تو میرفت و تو برستاده بودی. با او امریکایی چرا نمی جنگیدی؟ جنرالی ایترا در یونیفارم تو اونجا چرا ثابت نمی ساختی که یک امریکایی با خلاف تمام موازین انسانی به خانه یک افغان داخل میشه؟ تو برشمنه هست یک ترجمان استاد بودی. خب امروز پاکستانی ها امروز جناب مختار، امروز پاکستانی ها دقیقا همین کار در افغانستان میکنن. نمیدانم ملا یعقوب یا سراج الدین حقانی ایستادن در برابر پاکستانی ها؟ کدام پاکستانی خانه افغان تلاشی میتونه؟ بله بمباردمان پنچر. بله بمباردمان پنچر جناب مختار، بمباردمان پنچر در 25 آگوست سال 2021، بمباران پنچر توسط جنگنده های پاکستانی رو شما فراموش کردید؟ امی مؤخذ از کجا آوردین آقای لشکری؟ رسانه های پاکستان. بفرمایید مراجعه کنید به جیو نیوز. بفرمایید جناب
جناب مختار مراجعه کنید به جیو نیوز وبسایت، یکی از رسانه‌های معتبر خبری پاکستان، که چه میگه در رابطه با حمله 25 آگوست سال 2021. آقای لشکری ما به اردو مسلط دارم. بله. و اردو را بسیار خوب تکلم هم میتونم. نه اتفاقا ما در 25 آگوست 2021 در پاکستان بودم. پدری پاکستانی هم جرأت نداره که به پنجشیر به عملیات کنه. پدرش که علی قاضی اعظم بودن بابای قومشان، اونا هم جرأت نداره. اما میتونه، اما رئیس استخباراتشان میتونه بیاید در هتل سرینا یک روز دو روز بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان و کارخانگی به تر رهبران گروه طالبان را، درست است؟ کارخانگی به تر خوب شایع بیش نیست. اگر شایع بیش بود خوب بهتر بود که ما از امریکا کارخانگی میگرفتیم. نه خب پس چرا آمده بود؟ پس چرا دو وضعیت چرا آمده بود؟ اشتباه کرد که آمد، غلط کرد که آمد، نباید می آمد. ما من هست یک افغان آمدن از برای ما قابل قبول نیست. اما این که کار خانگی به تو باز با ما نظام درست کنه، باز با ما حکومت درست کنه، با ما وزیر تعیین بکنه، فکر کنم افواه بیش نیست. و دروغ ها دیگه تقریبا خود میدیا هم به این می فهمه که در رابطه ببینه یک طالب به یک جای مثال برتون میتونم، یک مثال کوچک برتون میتونم. یک کسی در وزارت اجاه اوقاف کار میکنه، ما در پهلوش نشستم به یونیسیار نشته کرده که 5 سال پیش مادر مرا طالبا کشت، دهنش با مر میزده و ما حال نامعلوم با شما در تماس هستم که اگر تلفن ما طالبا بیبیلیم هم کشت، در حالی که رسمند در دفتر طالبان کار میکنه و خواهم میکنم. ببینید چی یک تبلیغات بزرگ میشه، به خاطر اینکه خودش ویزی اروپا را داشته باشه، به خاطر اینکه یک سیتیزن یک کشور شوه، به خاطر اینکه یک کشور پیشرفته زندگی بکنه، دروغ به خاطر عظیم احساس. در رابطه با نظام امارت اسلامی افغانستان، ما برش امارت اسلامی افغانستان میگیم شما قطعا برش گروه میگیرین، حق شما هست. ما میگیم نظام فعلی افغانستان، ما به هر دو سوی منازعه گروه میگیم. جناب مختار، ما به جبهه مقاومت هم ریاست جمهوری یا حکومت نمیگیم، با آنها هم گروه میگیم. جبهه مقاومت خود در افغانستان نیست. کدام جبهه؟ اما آدرس در کجاست؟ در فرانسه، در شانزلیزای. اما خب به هر حال حکومت هم از خود شاخصه هایی داره که گروه طالبان نتونسته اونا رو کنه. اگر شانزلیزای هست یا ارتستوی لندن است یا نیویورک است، جای حرف جدا است. اما در افغانستان ما چیزی رو با اسم مقاومت نمیبینیم. بسیار خب، پس جناب مختار، پس شما تایید میکنید که گروه طالبان در مبارزه 20 ساله خود در برابر مردم افغانستان برحق بودن، کشته شدن مردم افغانستان در حملات گروه طالبان هم مشکل خاصی نبوده و از لحاظ انسانی و انسان اسلامی تداخلی با روند مبارزه بر حق طالبان نداشته، زنان و دختران افغانستان هم در خانه بنشینند درس نخوانند، حکومت گروه طالبان هم به دلیلی که جزایر قدرت را در افغانستان از بین برده، یک جزیره بزرگ دیگر قدرت را برای خود ایجاد کرده و دیگر اقوام و دیگر نژادها و مذاهب را در حکومت سهم نمیتن، بر حق هستند و هیچ مشکلی نداره. نخبه های افغانستان هم نباید از افغانستان فرار میکردن، باید میماندن که دختران خبرنگار ماسک بزنن در روی تصویر باشن، مردان خبرنگار نتونن که از آزادی بیان استفاده کنن و هیچ کسی هم نتونه که در برابر گروه طالبان چیزی بگه، به دلیلی که خب نهایتاً زندان و تیرباران و کشته شدن و هر چیز دیگری احتمالاً در انتظارشان خواهد بود. شما همه این مباحث را تایید میکنید. اما بیاید که یک قدم دیگر برگردیم. من پاسخ داشته باشم. من اشغال ایالات متحده امریکا را توجیه نمیکنم. بر علیه جنگ و جهاد و مبارزه را فرض عین میدانم و میدانستم. و اگر بار دیگر امریکا و روس و هر غلدور دیگه هم بیاید، من در کنار طالب ها استاده میشون و سرزمین خود دفاع میکنم. همین قلدرهایی که امروز هفته بار به گروه طالبان پول میتن تا حکومت طالبان بقا داشته باشه. جناب مختار درست است؟ همین قلدرهایی که در دوحه طالبان از آنها اجازه گرفت که به افغانستان بیاین، منظورتان است؟ اجازه بدید نمیشه به توضیح داشته باشم. امریکا 40 میلیون دلار به کی میده؟ به ملایی به کجا میده؟ یک وقتی که ما یک موضوع رو میخوایم مطرح کنیم، ما امیدوار هستم آقای لشکری شما آدم فاضل و دانشمندی هستید. خواهش میکنم. شما روی منبع مالی شک دارید آقای مختار؟ میگید پول نمیده امریکایی ها؟
پول امریکا میده، ما میخوایم با امریکا پیمان استراتژیک در روشنی منافع ملی خود داشته باشیم. به این معنا، به این معنا می میخوایم توضیح بدم اینجا که از این باز پسان یک گپ دیگه درست میشه. وقتی که ما میگیم سیاست متوازن و بی‌طرف، ما میخوایم که هر کسی که در مقابل منافع ایالات متحده امریکا بیسته، ما در جغرافی خود بر از او جای نمیدیم. یعنی القاعده و دشمنان دیگری مشترک ما داریم که میتونیم مشترکاً به خاطر امنیت جهانی با هم مشترکاً کار بکنیم، اما ما امریکا رو میخوایم که در امور ما مداخلت نکنن و تعیین سرنوشت ما و تعیین سرنوشت ما و نظام ما به دست ایالات متحده امریکا، واشنگتن و مسکو نیست. بله، اجازه بدید. پس شما میگید که طالبان امروز هوشیار شدن و اشتباهی که ملا عمر چندین سال قبل انجام داد و اسامه بن لادن را پناه داد و در نهایت بن لادن را به امریکا یا نداد و از گروه القاعده حمایت کرد و از یک گروه تروریستی بین المللی حمایت کرد و در برابر امریکا ایستاد، این اشتباه را امروز ملا هیبت الله نمی کنه و یک تجدید نظر کلی در سیاست های طالبان شکل گرفته. طالبان امروز می تانه حتی با امریکا هم کنار بیاید. ملا عمر در تاریخ افغانستان ستاره است که بر علیه ایالات متحده امریکا جهاد را اعلان کرد. نه جناب مختار، جناب مختار شما فکر میکنید که در برابر یک کسی استادید و صحبت میکنید که مطلق جمهوری خواست. من میگم که نه، اشرف غنی خائن، خیانت کرد یا خائن بزرگ بود، اما من میگم که حقایق را نمیتونیم کتمان کنیم. حقایق را نمیتونید جناب مختار کتمان کنید. آیا ملا عمر بر رهبر گروه القاعده اسامه بن لادن در جلال آباد پناه داد یا نداد؟ این حقیقت است. شما چیز دیگری گفتید. شما گفتید طالبان دیروز نسبت به طالبان امروز هوشیار نسبت به دیروز. دیروز هم هوشیار بودن. دیروز هوشیارتر از امروز بودن. نه، من میگم امروز هوشیارتر از دیروز است. ایالات نقش حضوری و فیزیکی و اشغال ایالات متحده امریکا در افغانستان قبول نکردن و بر تاریخ افغانستان و ملت‌های با این 100 سال از ما به بعد تاریخ ما و ملت ما و نسل ما به افتخار خواهد کرد. موضوع دومی است که موضوع کمک ها. ایالات متحده امریکا اگر به افغانستان کمک میکنه خیلی خوب میکنه و بکنه. ما میخوایم که امریکا به افغانستان کمک بکنه. ما اگر ما نمیخوایم که امریکا برای ما وزیر و مشیر و قانون اساسی درست بکنه. واقعا باور کنیم یعنی ما باور کنیم که امریکا یا به شما پول میدن و هیچ چیزی از شما نمیخوان؟ قطعاً حتما میخواهد چیزی. ما گفتیم که جغرافی ما بر علیه ایالات متحده امریکا استفاده نمیشه، خود رو منافع ملی ما میگه. اما رهبر القاعده را در شیرپور میزنن در یک قدمی ملا حسن آخوند. رهبر القاعده یک بحثی بسیار طویل است. اگه بپردازیم که فلانی در فلانی جای کشته شد، ما از سرکل دایره بیرون میشیم. ببینین اگر قرار است، من میخوام یک نکته اینجا بحث برسانم. منافع ملی افغانستان در این شرایط حساس چی است؟ اول، ما به گفتمان ملی، به طرف گفتمان ملی حرکت بکنیم. دوم، تمام گروه هایی که در افغانستان و بیرون افغانستان هست به گفتمان ملی وصل شوند. دو، سومی که ما با ایالات متحده امریکا هیچ نوع دشمنی نمیخواهیم. او صفحه دیگری بود که ما با ایالات متحده امریکا می جنگیدیم. امروز منافع ملی ما در این است که ما با ایالات متحده امریکا، چینایا و روسها می خواهیم رابط خوب داشته باشیم و امریکا این درک کرده که ما در سطح جهان دیپلماسی امارت اسلامی افغانستان و دکترین سیاسیش توانیست که چینایی ها و روسها و ایران با خود یک جا بسازه. یعنی به این معنا که در سطح جهان امروز امارت اسلامی افغانستان تنها نیست، میتونه موضوع و موقف ایالات متحده امریکا را هم ویتو بکنه که در دوحه ویتو کرد و کنفرانس کابل هم سیاست متوازن و بی‌طرف امارت اسلامی افغانستان را هم نشان داد. بله، به هر حال، اما شما به این عقیده هستید که بسیار کوتاه جناب مختار، به دلیل که سوالات زیاد مانده، شما به این عقیده هستید که طالبان، گروه طالبان در یک مبارزه میدانی بالاخره موفق شد که حکومت خود را در کابل به قدرت برساند، درست است؟ شما فکر نمی کنید که یک معامله پشتمیزی با گروه با امریکایی ها گروه طالبان را در کابل به قدرت رساند؟ ما معامله نمیگیم برش. ما میگیم بعد از مبارزات و
قربانی بسیار زیاد امارات به یک نقطه استراتژیک با ایالات متحده امریکا رسید که ما در نقطه استراتژیک امریکا به خودش دیروز اقرار کرد در سنا که ما شکست راهبردی و استراتژیک در افغانستان خوردیم، یعنی به این معنی که ما در نقطه استراتژیک امارات اسلامی افغانستان تانیست موقف برازنده نسبت به ایالات متحده امریکا داشت. اما مخالفین شما و گروه طالبان آقای ملا عبت الله میگن که شما اجازه ورود به کابل از امریکایی‌ها گرفتید و با اجازه امریکایی ها وارد کابل شدید و هفته بار هم از امریکایی ها پول دریافت میکنید، رهبر القاعده را هم امریکایی ها در شیرپور کشتند و خیلی از داستان‌های دیگر. و اینکه هیچ کس فراموش نمی‌کنه که چند روز پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، رئیس استخبارات پاکستان در سرینا یک عکس دو نفره با سفیر پاکستان می‌گیرند در حال نوشیدن قهوه و خیلی مباحث دیگر. و هیچ کس فراموش نمی‌کنه که جنگنده‌های پاکستانی پنچر را در او جنگ سال 2021 بمباران کردند و رسانه‌های پاکستانی هم تایید کردند. جناب مختار، شما همه این مسائل را فکر می‌کنید که اگر استقلال درونی گروه طالبان را نشان می‌دهد. اما جناب مختار، بیاید از این فاصله بگیریم. شمایی که حامی گروه طالبان هستید، شمایی که پس از سال 2021 تا کنون در برابر همه دشمنان گروه طالبان می‌ایستید و از طالبان دفاع می‌کنید، چرا در کابل زندانی شدید و چرا شما را به زندان انداختن؟ خب به اجازه بدید من اینجا حقانیت امارت اسلامی افغانستان را ثابت می‌سازم. هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. نه من، نه شما، نه احمد، نه محمود، نه عطا، نه غیر نور، نه تاریک، هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. و عاطف مختار هم بالاتر از قانون نیست و یه حق داره که بعد از من هم پرسیده شد. اگر یک کسی دلیل خاصی اگر دوست دارید بیان کنید. اجازه بدید. فقط من خواستم توجیه بکنم این موضوع را که یک نظام حق داره. یک نظام حق داره بهتر از او کسای بپرسه و بیشتر از اونای بپرسه که مدافعین نظام. شما باور میکنین آقای لشکری، من سوگند به شما میخورم به هزارها طالب را زندانی ساختم. هر کسی که از کسی برای کسی ظلم کرده، خیانت کرده یا کسی را بیجاد زخمی کرده امروز در زندان است و اینا از پیشش میپرسند. موضوع دوم است، موضوع ما یک موضوع حقوقی بود و حل شد و من افتخار میکنم از نظامی که من مدافعش بودم از من پرسید و برای من گفت که تو بالاتر از نظام اسلامی نیستی و تو باید از تو ما باید بپرسیم. بله بسیار خب. جناب مختار، من نمیدانم چقدر واضح، چون بیننده ها پرسیدن که من از شما بپرسم میپرسم. گفتن که شما در گذشته مشکلاتی داشتید و عکس هایی در صفحات اینترنتی از شما نشر شده که با سیاست های حکومت طالبان و حمایت های شما از گروه طالبان کاملا متفاوت است و تفاوت داره. من میخوام بدانم که او عکس هایی که از گویا از جوانی های شما، خیلی هم جوان نه دیگه، یک چند سال قبل تر، از شما در صفحات اینترنتی نشر شده، تایید میکنید عکس ها مربوط به شما هست یا نیست؟ و دوم، اگر هست، میتونه دلیلی باشه برای به زندان انداختن شما توسط گروه طالبان یا نه؟ نه خیر، عکس و عکس های دیگر هم دلیل زندانی شدن ما نبود. یک موضوع دوم در رابطه با عکس ها، خب ما پوهنتون خواندیم، کورس های بسیار بین المللی رفتیم، زبان های بسیار، با آقای لشکری ما به 8 زبان تسلط دارم و جای ما بودن، بعض جا با ما عکس گرفتن. اینا چی کردن؟ یک قسمت عکس از یک قسمت بریدن، یک قسمت از جای دیگه بریدن، باز یک جای کردن، گفت ببین مدافع طالب که خودش طالب است دفاع ازی میکنه. اونا نمیفهمن که موقف من در مرابطه به اشغال بوده و اشغال ایالات متحده. من میدونم شما تحصیلات خارجی متعددی دارید، تقریبا قسمت زیادی از عمرتان را مشغول یاد گرفتن بودید، اما او عکس ها که من دیروز دیدم، خب اول قریب روزه من شکسته بود، دومی که هیچ به یک صنف دانشگاه یا یک صنف درسی نمیمان، یعنی یک تعداد زیادی از او عکس ها عکس هایی بود که گیرم که ما یک عکس گرفتیم دیگرها خون مردم را خوردن. گناه ما زیاد است و یک کسایی که چور و پاول کردن گناهشان زیاد هست. هیچ گناهی بیشتر از کشتن ناحق نیست. هیچ گناهی بیشتر از کشتن ناحق. بس ما نه آدم کشتیم و نه باور می‌دارم کسی کسی را بکشد و نه ملت خود را چور کردیم و نه به میلیاردها دلار از افغانستان فرار دادیم. اگر یک عکس هم از ما گرفته شده و به مود و ذوق دیگرها باور
قابل قبول نیست. خوبی خوب ما گرفته یک عکس چی کار کنه ماله خوب عکس نمیشه که ما به خاطر یک عکس باید محکوم شه. ما در هر میدیا و در هر تلویزیونی که ما میریم یکانه سوالی که از ما میشه میگه امو عکس ها چطور شد و بلی از اختار ما یک عکس گرفته مردم میشه بسته انسان ها را زنده به گور کردن برو از اونا بپرسن. به هر صورت فکر کنم به می عکس همی قدر پاسخ بهتر خواهد بود. بسیار سپاسگزار هستم از شما. جناب مختار، جهان طالبان را به رسمیت نمیشناسه، مردم افغانستان هم حکومت طالبان را انتخاب نکردن، حکومت طالبان آمده گفته ما امارت هستیم، رای چیز، صندوق چیز، مشروعیت مردم چیز، ما به این چیزها اعتقاد نداریم، 20 سال جنگیدیم، قدرت را گرفتیم، از خود ما هست، آمدیم، غنیمت‌های جنگی هم از خود ما هست و اسلام هم به ما اجازه داده که همین گونه با شما برخورد کنیم. مشروعیت ملی پس نداره در عصر دموکراسی. آینده طالبان را چگونه پیش بینی خواهد کرد؟ به کدام سو خواهد رفت؟ البته این را میدانید که یک دو دستگی بسیار عجیب، یک دو دستگی بسیار باور نکردنی هم در گروه طالبان ایجاد شده که حکومت قندهار است و حکومت کابل هست و حقانی ها هستند و ملا ایبت اللهی ها و ملا برادری ها هستند و درگیری های درونی هم وجود داره. اگر بسیار کوتاه بگویید چون بیشتر از یک ساعت شد جناب مختار. هیچ درگیری در میان خود طالب ها وجود نداره که امنیت ملی افغانستان را به خطر برده. طالب ها یک گروه متحد و یک نظام متحد داره، به این معنا که اطاعت در این نظام در اولویت کارهایشان است و در کارهای استراتژیکشان تا جایی که من مطالعه دارم بعیت و احترام است. در رابطه با دموکراسی، در رابطه با دموکراسی، دموکراسی نمیتونه الگویی برای تمام جهان باشه. ما میتونیم بگیم conditional democracy، میتونیم به افغانستان یک راه گفتمان را باز بکنیم و او راه در او راه گفتمان تمام. من یک کسی کوچک برتان بکنم، من رهبرای جهادی افغانستان عبدالعلی مزاری را زیاد دوست دارم. جرم است که باید دوست داشته باشم. چرا دوست دارم؟ شما هم طالبا را دوست داشته باشم مزاری را. جناب مختار چرا نمیشه؟ مثال براتون میگم، فقیرانه شما، شما در یک مسابقه بوکس طرفدار دو تا بوکسر هستید دیگر، کدومش ببره؟ طرفدار بوکسر؟ من میگم دو بوکسر در مابین رنگ، دو بوکسر در مابین رنگ در حال مبارزه کردن هستن، شما میخواهید طرفدار هر دویشان باشید؟ نمیشه دیگه، شما یکشان رو تشویق میکنید. نه خیر، عبدالعلی مزاری چور چپاول نکرد، خانه نداره. شما پیدا کنید یک خانه استاد عبدالعلی مزاری رو که در کابل باشد، من تحقیق کردم. یک رهبر مبارز بود و با مبارزش ملیت هزاره باید تا تاریخ هزاره در جهان است باید احترام بگذاره و ما هم برش احترام داریم. میشه اون رو بگیم که مبارز نبود؟ میتونیم بگیم که یک عالم نبود؟ حقش بود که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را بلند میکرد. امروز هم حق هزاره ها، ترکمن ها، ازبک ها، تاجک ها حقش است که در چارچوبات نظام اسلامی باید احساس مالکیت در سرزمین آبایی و اجدادیشان بکنند. یک نکته را به صراحت میگم، هیچ چیزی افغانستان را ویران نمیتوند الا تبعیض قومی، منطقوی، زبانی که طراحان تبعیض در بیرون از افغانستان هستند و چند تا سیاسون بیش نیست. ملت ما دیروز هم یک ملت بود، امروز هم هست و انشالله که در آینده هم ما من حیث یک ملت ظهور خواهیم کرد. و از طرف دیگر من آینده امارت اسلامی افغانستان رو مثبت میبینم و روشن میبینم. یاددار شما با همین شیوه که پیش میرن جناب مختار؟ نه خیر، شیوه باید تغییر بکنه. شما یاد دارید در اولی که نظام اسلامی افغانستان آمد در کابل گفته میشد حکومت 6 ماه دوام نمیکنه، 3 سال دوام کرد و چین و روس و ایران هم در کنار ایستاده شد. سیاست متوازن هم داره، گروه های بود، افراد این که بود، اینجا امپراتورهای قلابی بود، کلش فرار کرد. بناهن امروز روزی رسیده که ما یک دیگر خود را بپذیریم، همگرایی و همزیستی را بیاموزیم، حتی اقل از همسایه خود، از همسایه ایران خود بیاموزیم. در ایران چند میلیون ترک هست، بلوچ هست، چطور من حیث یک ملت در مقابل ایالات متحده امریکا استاد؟ امروز ایران قدرتی هست که برای روسیه و یک کشور سلاح میتر که در اوکراین بر علیه امریکا. ما نمیتونیم، ما چرا که دشمنان ما بر علیه ما خیلی سرمایه گذاری کردن، پول های را مصرف کردن، استراتژیشان در قبال ازی افغانستان و ایرانی افغانستان بودن.
ما زمانی میتونیم افغانستان کامیاب، سربراز، سرفراز و سربلند داشته باشیم که لشکری را هم در کابل ببینیم و افراد دیگر را هم در کابل ببینیم و امارت اسلامی افغانستان باید از خود انعطاف نشان بده. این سرزمین تنها از پشتونا نیست. از هر قوم و طایفه‌ای که در افغانستان زندگی میکنه سرزمینش است. برادر بزرگ و خوب کوچک منتفی است. ما یک ملت هستیم که حق داریم و دو تا فقه هم در افغانستان داریم. فقه جعفریه، امام صادق علیه السلام و فقه ابو حنیفه که اکثریت مردم افغانستان به دو فقه باور دارن، مذهب دیگر در افغانستان وجود نداره. باور ما همی است. خب این باور قلبی شماست جناب مختار، کاملا با قوانین و با عملکرد نزدیک به 3 سال اخیر گروه طالبان در تناقض هست. فرمان های ملا هیبت الله در رابطه با عدم برسمیت شناسی محکمه‌ای و حقوقی احوال شخصی اهل تشیع با این چیزی که شما می‌فرمایید کاملا در تناقض هست. دو چیز کاملا متفاوت هست که گروه طالبان هیچ کدام از دلایل موفقیتی را که شما حالا گفتید را قبول ندارند. یک. دو، جناب مختار، سوال پایانی ما، مخالفان گروه طالبان در بیرون از افغانستان، در تاجیکستان و در ترکیه طالبان را تهدید میکنند که اگر حاضر نشی با ما گفتگو کنی بلای بر روزت بیاریم که جنگ خود در برابر امریکایی ها فراموشت شوه. و اتفاقا من یک مصاحبه با یکی از رهبران جبهه مقاومت داشتم، اونا تاکید کردند که یک بهار بسیار سخت را ما برای طالبان رقم خواهیم زد. دروازه های دیپلماسی دیگر بسته است، ما قرار نیست که با طالبان گفتگو کنیم. صحبت ما صحبت تیر و تفنگ است، در درون میدان ما با طالبان صحبت خواهیم کرد. چقدر چانس برای این گروه هایی که در بیرون از افغانستان میخوان بر علیه طالبان مبارزه کنند را قائل هستید؟ مبارزه حقشان هست، اما اونا عددی نیست برای مبارزه به قول ایرانی ها. اونا چپاولگران، غارتگران، دزدان اروپایی هستند. اول بیاین پولایی که از افغانستان بردن و صدها میلیون دلار چورو چپاول کردن و ملت خود پاسخ بکن. مقاومت دیروزشان هم قلابی و دروغ بود، مقاومت امروزش هم هیچ معنای خوب نداره. ملت افغانستان به این مقاومت ها، از این مقاومت یاد کردنش است ما این مقاومت را به رسمیت میشناسیم. مقاومت در کار نیست و در آینده افغانستان ملت افغانستان میتونه تصمیم بگیره و میتونه کادرهای علمی، شما، جامعه مدنی، امارت اسلامی افغانستان، افراد تحصیل کرده میتونه در افغانستان نقش سازندگی افغانستان را داشته باشه. ما با گروه مقاومت یا گروهک مقاومت چند نفره میگم که بهتر است به منافع ملی افغانستان برگردیم. جیب هایتان حال پر است، دیگه بحثتان هست. پدر و مادر و اجدادتان، 7 نسل دیگرتان هم پول داره. دیگه نسلتان را نکشید. در کشتن و بستن پنجشیری ها، خود پنجشیری ها دست داشتن. عقلی است که ما امروز بجنگیم. برای چی می جنگیم؟ برای علیه کی می جنگیم؟ بیا راه گفتمان باز است، بیا مبارزه می کنیم. بیا حق خود را در یک مبارزه مدنی می خواهیم. بیا راه گفتمان را باز می کنیم. هر نوع جنگ بر علیه نظام اسلامی هم منتفی است و هم بغاوت خواهد بود. و ما مطمئن هستیم چنین جنگ های صورت نخواهد گرفت و آینده سال نو هم بر نفع نظام اسلامی خواهد بود و اینا هم در کوچه و بازار فرانسه سرگردان و لالوان با کولبار خود خواهد گشت. منظورتان احمد مسعود است؟ چون میگن احمد مسعود فرانسه زیاد رفت آمد داره. احمد مسعود یک کسی است که بهتر است به منافع ملی افغانستان گوش بکنه و بفهمه، به کاکاهای خود گوش نکنه، به چکچک کشورهای فرانسه و اروپا به اونا باور نکنه. اگر اینا قرار بود جمهوری خواها باور به امریکا کرد، امریکا باشان چی کرد؟ بهتر است با ملت خود و در آغوش ملت خود بر و این جزء منافع ملی افغانستان. البته تاریخ نشان داده جناب مختار، تاریخ نشان داده که با پاکستانی ها آدم اعتماد کنه بیشتر چانس پیروزی داره مثل گروه طالبان تا به امریکایی ها. بر در رابطه با پاکستان شما چند دفعه کنایه گفتید، ما هم یک کنایه بگیم. ما پاکستان و ایران را و کشورهای منطقه همسایه ماست بدل کردن نمیتونیم.
باید منافع ملی خود را بیم، یک بحث بسیار اکادمیک و علمی است، منافع ملی خود را با منافع کشورهای منطقه گره بسازیم تا جنگ نیابتی در افغانستان برمه نشود. یک طرف جنگ منافع است، جنگ اقتصاد است. ما چطور میتونیم افغانستان از این بحران بیرون بکنیم؟ زمانی که ما من حیث یک ملت بسیج شویم، تعریفی از منافع ملی خود داشته باشیم، امارت اسلامی افغانستان راه انعطاف با خود داشته باشد، ما فکر میکنیم برای ما دشمن سیاه و سفید و زرد هم یکی هست. اما روشنی منافع ما و منافع ملی افغانستانی است که ما یک دیگر خود را بپذیریم. بسیار خب جناب مختار، سیتیزن اروپایتان را لغو نکردید؟ هنوز دارید دیگه نه؟ نه لغو نکردیم، نه سیتیزن اروپا را لغو کردیم، نه سیتیزن افغانستان را قطعا لغو نکردیم. ما یک افغان مسلمان مجاهد هستم و به دیگرها هم احترام دارم. اروپا میاید بخیر پس دوباره یا قرار است بمانید در افغانستان جناب مختار؟ ما میخوایم در افغانستان بمانم. به این زودی ها قصد برگشت به اروپا، آلمان زندگی میکنید درست است؟ به این زودی ها قصد دیدن شما را ندارم و قطعا وقتی که آمدم اول شما را حتما میبینم. من برنامه شما را بسیار، برنامه کارتوس را دوست دارم. یک چیزی که از شخصیت شما خوشم میاد که موضوع تبعیض قومی در وجود شما وجود نداره و میخاطر به مصاحبه شما هم حاضر شدم و میبالم که یک فرد دانشمند و صدای آزادی بیان هستی و حق داری با هر افغان بپرسی. بله. شکر. جناب مختار سپاسگزار از شما. امیدوار هستیم که روزی نه در اروپا، ما و شما، همه ما در کابل در یک برنامه تلویزیونی حضور داشته باشیم و از خاطرات روزهای اروپا در افغانستان قصه کنیم. سپاسگزار. تشکر. از شما هم تشکر و تشکر از شما و از برنامه تان و از همکارتان که برای ما فرصت صحبت در این برنامه دادید. ممنون از شما. سپاسگزار. خدا نگهدار. سلام ما را به تمام رهبران گروه طالبان برسانید، برشان بگویید که توپ در میدان شماست. توپ در میدان شماست. سلام شما را به امارت افغانستان میرسانم و قطعا میگم که شما یک جوان رشید، دوست داشتنی و برادر عزیز ما هستید. شما سلامت باشید. سپاسگزار هستم. تشکر و خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز. مصاحبه من با عاطف مختار شما با یکدیگر دیدید و شنیدید، مسئول مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان. یک بحثی که خیلی دقیق هست این است که با کشتن همدیگر ما نمیتونیم که به صلح برسیم. آخر هر جنگ صلح هست و چقدر خوب است که ما به جای اینکه بکشیم 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 با صلح کنیم، سوال کنیم نکشیم 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 نکشیم. و اگر شبکه با گروه طالبان مذاکره کرد، اگر شبکه گروه طالبان افغانستان را برای تمام اقوام افغانستان بدانه، من فکر میکنم که جنگ گزینه مناسبی نیست و مطمئنا جنگ و ایرانی های بسیار زیادی را برای جغرافی های افغانستان به همراه خواهد داشت. سپاسگزار از شما دوستان عزیز که با ما همراه هستید. راستی فراموش نکنید خانواده کاکتوس بیشتر از 100,000 نفر هست امروز و خداوند بزرگ را سپاسگزار هستم که در این مسیر ما و شما را یک جا ساخته. شما هم حمایت میکنید از کاکتوس و این قوت قلب بسیار بزرگی است برای ما و تیم کاکتوس که بهترین ها را برایتان تولید کنیم. چیزی که فراموش نکنید این است که ما بحث سیاسی میکنیم، اما در هیچ جنای سیاسی حاضر نیستیم که به نفع هیچ جنای سیاسی صحبت کنیم. نفع ما در نفع مردم افغانستان است و من آرزو دارم که برنامه کاکتوس بتانه یک تلنگری باشه برای کسانی که در سیاست افغانستان دخیل هستند و میتونن تصمیم بگیرند و در هر جایی که هستند، چه در دوشنبه، چه در آنکارا، چه در نمیدانم شانزلیزه فرانسه، چه در کابل، در هر جایی که هستند، چه در مشهد، چه در تهران هستند، چه در اسلام آباد و کویته هستند، به نفع مردم افغانستان فکر کند. سیلی که آقای عاطف مختار در کودکی و دلیل مهاجرت از یک شهروند پاکستانی خورده، هنوز سرخی او سیلی در دل آقای مختار هست. بیایید نگذاریم که دیگر مهاجری از افغانستان در کشوری سیلی بخوره. سپاسگزار و خدا نگهدار.